در جستجوی حقیقت، برنامه از رادیو کتاب. باید که جمله جان شوی تا لایق جانان شوی. در جستجوی حقیقت، روزنه بسوی آرامش روانی و امنیت ملی. در جستجوی حقیقت، همگام راستان در مسیر راستی. در جستجوی حقیقت. حالی ما یکم سپاریم به دکتر صاحب شهرانی بزرگوار. به نام خداوند جان و خرد، سلام به همگی شما و دستایی هر کدامتان فشار میتم. با قوت قلب و عید گذشتیتان تبریک میگم. انشالله که از مدرسه رمضان مبارک همگی ما با رشد و کمال بهتری بیرون آمده باشیم. من نگرچه ویانا سه روز گذشته حصه داشتم و امروز هم بعضی مسائلی که اینجا بود حصه داشتم، اما درباره از او امیدوار هستیم وقتای دیگه بوده باشه که بتونیم صحبت بکنیم. امروز چون موضوعی است که مطرح است، بهتر است اگر اجازه بدین من برداشت خودم از فاجعه ثور به شکل تحلیلی، نه تشریحی نه تفصیلی. تشریح و تفصیل خدا را شکر به حد زیاد شده و هست و امیال هم یک خیلی شنیدیم، یقین دارم که تا آخر هم خیلی زیاد خواهد شنیدیم. چرا کودتای هفته ثور؟ چطور عملی شدن کودتای ثور و نتایجش که چی بوده و چرا به شکلی که ما را به این بلا تا به امروز گرفتار کرده؟ صحبت بسیار کوتاه، کاش که وقت می بود که زیاد روی از این بحث می کنیم. چرایش ارتباط می گیره به موضوع شرایط و اوضاع سیاسی وقت و فرهنگ سیاسی که در وقت به اصطلاح مداول شده بود و با تأسف تا هنوز دوام داره. یعنی شرایط به شکلی بود که ما اونمو حکومت‌های متمرکز قوی را که خودشان نام می‌بردن در اون زمان داشتیم و این حکومت‌ها حکومت‌های تک قومی تفوق طلب بود که انجامید به سیاسی شدنی هویت‌ها، خصوصاً هویت‌های قومی، مذهبی، منطقوی، همه اینا. بلیاز از این که فرهنگ سیاسی اقوام درجه بندی کرده بود. کسایی که در قدرت در مرکز بودند، در صدر قدرت بودند، در صدر جامعه قرار داشتند، سردارا بودند. اونا از خود امتیازات خاصی داشتند. بعد از اون کسایی که برشان خدمت میکرد باز از لحاظ قومی در مابین خود قومی بزرگ البته هم تفاوت مابین دورانی و غلزایی حرفا مطرح بود، اما بعد از او اقوام دیگه در درجه‌های دیگه قرار داشتند که همه ما با او آشنا است. ضرورا ممکن نباشه که آدم یاد بکنه که کدام قوم در کجا موقف داشت و چرا. برزی که قدرت یک قدرتی شرکتی سهامی بود که هر کس اگر می‌خواستن بعضی عرب البته امتیاز میدادن، دیگرها را تقبیح میکردن، زندانی میکردن. به هر حال وضعیتی بود که فرهنگ سیاسی افغانستان به اساسی به اصطلاح قدرتی حکومت به شکل حاکم بالای یک قشر تبعه و رعیت در جوامعی که همچو یک فرهنگ سیاسی وجود داشته باشه، تبعه بودن و رعیت بودن به معنی ازی است که اونا هیچ حقی ندارن، در سیاست مسئولیت دارن اما حق ندارن. وضعیت افغانستان در اون وقت و زمان تقریبا به می شکل بود. و چیزی که بسیار جالب است که آدم میتونست روی ازی حرف بزنه با مقایسه حکومت هایی که در غرب که موفق شدن چی بوده. در جوامع غربی حکومت ها ثروت تولید نمی کنن، این هم تاریخ داره است. اینها شرایط برای تولید قدرت شهروندان خود مهیا می کنن، میگذارن که مردم ثروت تولید بکنه و دولت از ثروت از اونا مالیه بگیره و با وظایفی که لازم است حکومت اجرا بوده، خدماتی که بکنه او را بتانه به درستی انجام بده. برخلاف در اون زمان و تا به این زمان حکومت‌های ما و شما مصروف تولید ثروت بودند و این ثروت به دو شکل به دست می آوردند. یکی گدایی از خارجی‌ها، یا اگر بگوییم حکومت کرایی بودند، یعنی کرا برشان داده میشد از طرفی کسایی که برای از اونها خدمت میکردند. دومش از مردم سرقت میکردن. از اون لحاظ یگانه قشری ثروتمند و قدرتمند اونایی بودن که در حکومت بود. نتیجه از این چی بود؟ فقر و غربت در جامعه، ستم، ظلم، بدبختی، همه چیزی که بگوییم. با وجودی که ما حالی در شرایطی را که گذراندیم، اونایی که ما شما نسبتا سن ما به یک جای رسیده، همگی بلا را دیدیم که چی سر ما آمد. به هر حال در همچون یک شرایطی خصوصا در سالهای 1960 و 70 ضرورت به این بود که یک اقدامی باید میشد که این شرایط تغییر میکنه و برای از این جوانا مسئولیت گرفتن. قبلا در تاریخ سیاسی افغانستان خانها و ملاها و معززینی به اصطلاح جامعه که در اطراف بودن یا در شهرها بودن، اونا عکس العمل نشان میدادن یا به اونا حرمت میشد. در این تا این زمان حکومت به شکلی از اشکال تمام اینا را رام کرده بود، یا به زور یا به زر. اونا رام بودن، در اطراف دیگه کدام مشکلی نبود و مکاتب جوانای اطفال اطراف بسیاری خانه را هم کابل آورده بودن که اونجا تحت نظر بوده باشند به یک شکل یا شکل دیگر. و در مابین از اونا یک تعدادی به افرادی بیچاره هم از اطراف آورده شدن که به حیث کچال و خورا که من هم در جمله از اونا بودم، در لیلی های کابل تربیه شوند. این قشر یک قشری بود که از درکی از وضعیتی سیاسی، فرهنگ سیاسی زمان، برداشت‌های مختلف داشتند و در تلاش از این بودن که چه رقم ما راه حل برای از این پیدا بکنیم. راه حل‌هایی که معقول معلوم میشد در اون زمان، خصوصا برای یک تعداد جوانایی که رنج برده بودن از شرایطی که در اون خودت میدیدن، این بود که کشورهای انقلابی با افکار انقلابی چپی خصوصا راه حل است. با تأسف یک تعداد زیادی جوانای هوشیار با عقل، با ذکاوت، با درایت، البته تربیه درستی اسلامی در مکاتب نداشتن، بلکه از اینکه همچین یک تربیه وجود نداشت در نصاب تعلیمی، از اون لحاظ انتخابی از اونا و تا دینه و اصطلاح عامل بدبختی امو زمان می دیدن. بلیاز ازی که اربابای قدرت با اربابای دکاندارای دین دست با هم یک جا کرده بودن و او در نظر ای جوانا خیلی هم خشن می خورد و می گفتن باید در برابری از این استادگی شوه و تنها رایی که می تانه باشه سوشالیسم یا کمونیسم. بعضی ها روش ملیگرایی را پیش گرفته بودند و ملیگرایی هم ملیگرایی قومی بود با تأسف. و سومش یک عکس العمل بود، عکس العمل از جوانای مسلمان بود. ما در قشر جوان در حقیقت سه امکانی را داشتیم. دو تایش واقعا جوانی بود، جوانا بود، ملیگرایشان کمتر جوان، بیشتر در دولت. البته ناراض بودند بنابراین که سهمیه از اونا ممکن به قدری که لازم بود داده نشده بود. به هر حال موضوع دیگری، تحلیلی دیگر رو به کار دارن. اما اون چیزی را که ما میفهمیم که موفقانه انجام یافت اما گروهی کمونیستا بودن. یک سلسله به اصطلاح تعبیرات و تحلیلاتی از جامعه داشتن که کاملا نادرست. هر کسی که از جامعه یک تحلیل، یک برداشتی درست نداشته باشه، تا به اصطلاح شما مشکله نتانین شناسایی بکنین، دوایی برای از اون نمیتانین تجویز بکنین. بدبختانه افغانستان در امون زمان با اینمی چیز مواجه شد. یک تعدادی کسایی که اونجا آمدن فکر میکردن که افغانستان یک کشور فیودالی است، در حالی که من قبلا خدمتتان گفتم افغانستان تنها کسایی که ثروت داشتن همونایی بودن که در حکومت کار میکردن، اما در اطراف فیودالی وجود نداشت. احصایه های بسیار دقیقی که ما داریم و اگر وقت داشتین همون کتابی را که مثال 1984 به نام Revolutions and Rebellions In Afghanistan Anthropological Perspectives که دوباره سال گذشته نشر شد، برای این مقدمه همون کتاب بخوانین. در اونجا ما احصایه نشان میدیم در افغانستان چقدر زمین بود، چقدر افراد در افغانستان چقدر زمین داشتن. او هم به اساس احصایه‌ای بود که روسا تهیه، که البته کسایی که برای از اونا کار میکرد اونا به اساس امو به اصطلاح امو پالیسی‌های خود عیار کردن. به صورت کل 14% مردم بیشتر از حدودی 6 هکتار زمین داشتن 14% و به صورتی بقیه از اونا یا 6 تا 4 چی داشتن که متوسط بودن، خیلی تعدادشان کم، یعنی تقریبا حدودی 30% مردم هیچ زمین نداشتن در افغانستان. در افغانستانی که 85% مردم باید دهقان می بود، اما 14% که بیشتر از 6 هکتار زمین داشتن، اوسط زمینی که اینا داشتن 18 هکتار زمین بود. 18 هکتار زمین هیچ کسی را فیودال نمیتونه بسازه. پس وقتی که شما در یک جامعه میایین اونجا میخواین که ثروت تقسیم بکنین، ثروتی وجود نداره، شما غربت تقسیم میکنین. تعداد زیادی مردم ما هیچ چیزی نداشتن، غریب بودن. اما اونایی که یک کمکی، یک تعدادی بسیار کمشان 14%شان، بعضی‌هاشان یک زمین بیشتر داشتن، اونا رو هم غریب ساختن. اما توسطی از او مردم ما ثروتمند نشد، برای اینکه ثروتی وجود نداره. خوبه این خودش اساسی بدبختی امو برداشت از جامعه بود که اینا تحلیلی غلطی از شرایطی اونجا داشتن. یک حکومتی که درکی درست از جامعه خودش نداشته باشه و به اساس تئوری که دیگرها در دیگه جایا ساختن او را بیاید در کشور ما عملی بکنه، ما چی انتظاری را میتونیم داشته باشیم که اونا چی بکنن؟ خب نتیجه ای چی شد؟ امی بود که اینا نه تنها غربت زیادتر کردن با تقسیم غربت، اینا also همچنان دینستیزی را شروع کرد. ولی از اینکه البته در اونجا دلیلی هم بود برای اینکه استفاده ابزاری که از دین در طول تاریخ سیاسی افغانستان شده بود قابل درک بود و اینا عوض از اینکه برداشتی صحیح و درستی ارزشی از قرآن داشته باشن و از دین داشته باشن، همگی را اون طرف انداخت و ضدیت با دین، ضدیت با ارزش‌ها، ضدیت با عنعنات، با همه چیز شروع کردن که البته نتیجه او چی بود؟ در انقلاب‌های غربی یک اصطلاحی هست که انقلابی که صورت میگیره باید constructive destruction داشته باشه. معنیش ایسته که شما تنها به تخریبی او چیزی که در میدان است دست نمیزنین، او باید تخریب شود، اما عوضش یک بدیل بهتری باید داشته باشین که او را به جامعه عرضه بکنه. یعنی تخریب سازنده باید بوده باشه. تخریب خالی از انقلابای افغانستان است. هر تغییر و تحولی که در رژیم آمده عامل تخریب او چیزی که در میدان بوده است و خودشان هیچ چیزی دیگری هم نتانستن برای جامعه عرضه بکنن. پس چیزی که تا به امروز ما در افغانستان تجربه کردیم اینمی بدبختی است که جامعه، حکومت ها همیشه دشمن مردم بودن، نه نگهبان مردم، نه کسایی که امنیت در جامعه قائم بکنن تا جامعه ثروت تولید بکنه. این ما هیچ وقت نداشتیم. از اون لحاظ جامعه ما جامعه فقیر گذاشته شده و فقر بازم اونم قصه هاشم خان است که همگیتان میفهمین که با فیلمرغا چی معامله کردن و چی راهی لازم بود تا مردم کنترل شوند، نه امکاناتی خلق شود که اونا خودشان خود به ارتقا ببرند. پس تمامی چیزهای دیگر که ما تا هنوز شنیدیم که کی چی کرد، همگی به اساس اینمی برداشتی نادرستی جامعه و تجویزی دوای غلط عامل اینمی بدبختی های شده که تا به امروز دوام داره. من زیادگویی نمی کنم، میشه روی ازی بسیار بحث بکنیم، اما او رو میمانیم به کدام وقت دیگر. اما میگم که ما در اینمی مقطع و ما هنوزم به ما حالتی روبرو هستیم که 45 سال قبل جامعه ما روبرو بود، حتی از او بدتر. این بار حکومتی هایی که در ثروت بودن همه ایشان آنقدر سرقت کردن که یک تعدادی از اونا صاحب مال و جاه و عزت و دیگر شده، اما فقر هنوزم در افغانستان بالاتر به حساب بسیاری کسایی که میگن بیشتر از 90% است. ما از این لحاظ اما نتیجه گیری که من میخوام کوتاه بگویم است که در این مقطع ما باید اون چیزی که در میدان است تخریب بکنیم. تخریب ظلم ولو از طرف طالب بوده باشه، از داعش بوده باشه، از هر کسی دیگه بوده باشه، ضرور است که اونا باید از صحنه بیرون شوند. اما ایوازی از ما باید یک بدیلی داشته باشه که اون بدیل بتونه حکومتی را به میان بیاره که او حکومت مسئولیت در برابر اولی که تبعه و رعایت شهروند بسازه و بعد از او شهرونداره حمایت بکنه و امکاناتی را تولید بکنه که اونا دست به تولید ثروت منابع طبیعی افغانستان و منابع انسانی افغانستان شده بتانند. در غیر از او اگر ما طالب دور بکنیم و چیزی دیگری به بدیلی به او نیاریم، ما به دوامی اونمو حالتی مواجه خواهد بودیم که کمونیستا ما را به او روبرو کردن تا به امروز دوام دارد. پس ما باید بسیار محتاط و متوجه باشیم که ما برنامه سازنده‌ای را در پهلوی مقاومتی را که ما تقویه میکنیم در پهلوی از او برنامه هم داشته بود. آخرین پیغام من همین است که این بار در ویانا تصمیمی که گرفته شده همین است که ما مردم خود باید بسیج بکنیم که از مقاومت‌های مختلف دفاع بکنیم، از اونایی که در کودامن‌ها، در کوه‌ها و کوپایه‌ها مقاومت میکنن دفاع بکنیم، تا زنایی که در کوچه و بازار و اعتراض بلند می، حتی کسایی که در خارج از کشور به هر نوع مقاومتی دست میزنن اونا باید حمایت در پهلوی از او. و ما همچنان باید دعوت بکنیم از بزرگانی که ثروت به دست آوردن در گذشته ها، قدرت به دست آوردن، اونا هم اگر امکانات مقاومت دارن در مقاومت حصه بگیرن. اما بال دومی مقاومت ما مقاومت فکری است، برنامه‌ای است. در اونجا امیدوار هستیم ما جوانا را 70% نفوس افغانستان که کمتر از 35 سال عمر دارند با اونا تکیه بکنیم و اونا را دعوت به برنامه‌ای بکنیم که اونا خود در او برنامه ببینن، اونا آینده روشن‌تری برای مردم افغانستان ببینن و حاضر باشند از او برنامه حمایت بکنن و مجاهدی و برنامه به شکل مسالمت آمیز و هم به شکل دیگر در میدان باشیم. اگر ما همچی یک برنامه را نداشته باشیم، خدای ناخواسته ما این بلایی را که بالای ما 40 سال پیش آورده شده بود همچنان در دوش نسل‌های بعدی خود میگذاریم و ممکن ما نباشیم در صحنه، اما اونا این بار سنگین ممکن است ببرن. از اون لحاظ ما امیدوار است یک گروه کاری که این نشست تولید کرده در هر دو جناح کار شود و ما یک گروه به نام نهضت اعتماد ملی که یک برنامه ای را طرح کردیم، این برنامه امیدوار هستیم که یکی از مسائلی بوده باشد که روی ازی ما بتانیم تمام جنبه های سیاسی افغانستان را دعوت بکنیم تا بیاین یک جای برنامه را ما تکمیل بکنیم و به تکوینش دست ببریم. با امی امیدواری من بازم شما را امشب خداحافظی میگم و دعوتتان میکنم که گوش و آواز باشین. نهضت اعتماد ملی زودن انشالله بسیار وقت کم عرض اندام و اعلان موجودیت خواهد کرد و برنامه ما برنامه برای ما نیست. ما هیچ کسی نمیخواهیم که حمایت از افرادی که در نهاد نهضت اعتماد ملی هستند حمایت بکنند، اما ما دعوت میکنیم هموطنان ما اگر برنامه ما را معقول میدانند از او حمایت بکنند، ما را دو بزنند، هیچ حرفی نداریمش. اما ما میخواهیم برنامه محور باشیم بعد از این در فرهنگ سیاسی ما، نه حزب محور، نه فرد محور، نه قوم محور. ما همیشه مرتد و مردود میدانیم. ما میگیم ما شهروند محور میباشیم، اصل محور میباشیم، ارزش محور باید شویم و باید به طرفداری همگی از اینا، همگی ما هر چی میتونیم تلاش بکنیم. امیدواری ما به حمایت شما از برنامه است. خداوند نگهداری. بسیار تشکر استاد بزرگوار، خیلی لطف کردین، بیانات خیلی خوب، هم از نظر تاریخی و هم مژده خیلی خوب. انشالله که وطندارا به زودی آدرس شما را دریافت کنه، طرح شما را بخونه. دیگه ما یک نکته انشالله ما ایره یک در وبسایت میگذاریم و اعلام موجودیت کردیم، برنامه‌ها در اونجا هست، هر کسی که میخواد قبل از او برنامه را داشته باشه، با ما تماس بگیره، با یا اعضای ما تماس بگیره، ما حاضر هستیم خدمتشان شخصی روان بکنیم. بسیار خوب سر. فقط یک نکته را هم من باب یک کمی تفرج و خنده عرض کنم که دو زدن دیگه بس. دو بعد از هفت ثور بسیار شنیدیم. بیشک. ببینید چرا دو میشنوین؟ برای از اینکه مردم همیشه شخصیت ها با افراد مطرح هستند. وقتی که بحث روی افراد باشه مشتزنی است، اما وقتی که بحث روی افکار باشه فکری بهتره. ما اگر کوشش بکنیم چیزها را هم به هم دیگر حرمت بگذاریم، به حیث یک انسان، به حیث یک مسلمان، به حیث یک افغان، همگی ما باید به هم دیگر حرمت داشته باشیم. اون چیزی که مورد بحث باشه گفتار ماست، کردار ما، اعمال ماست. اگر ما اونجا قرار بگیریم و شخصی نسازیم، اما ما علتی که چرا ما در این بلا گرفتار هستیم از لحاظ فرهنگی، بازم اشاره میکنم به تربیه، اصول تربیه اطفال ما که نادرست و غلط و نابکار است. چیزی است ما همیشه در تلاش عزیزیم که ثبوت بکنیم ما یک چیزی هستیم. برای اینکه ما اطمینان نداریم ما کیستیم، ما کی بودن خود حتما سرش اطمینان نداریم. چرا نداریم؟ و هم بازم رد میگیره به تربیه اطفال ما. متاسف والا ما اجازه میخواییم که مایک بسپارم به دکتر صاحب فرید یونس، بعد از ایشان به دکتر صاحب فخرالنساء، به دلیل از اینکه امروز در بین ما و شما بسیار مرد سالاری شد، هیچ خانومی نبود. کسایی که تازه تشریف آورده من میبینم آقای فکوری بهشتی از کابل، جناب آقای باهنر از همه کشورهای اروپایی تصور میکنم از هلند است، عرض خوش آمدید دارم. و اما همچنان آقای محسنی از اسلام آباد، دو تا محسنی از اسلام آباد داریم. فرمایشات این دوستا میماند در برنامه دوم، چنانچه اینا آمادگی داشته باشه. حقیر فقیر سراپا تقصیر در خدمت شما هستم. از همه بزرگوارا من خواهش میکنم کوتاه‌تر صحبت کنین. خیلی ممنون. دکتر صاحب یونس بفرمایید. چند دقیقه وقت دارم؟ 10 دقیقه درست است؟ 10 دقیقه درست است دکتر صاحب. برای که نه من میخوایم که چیز شما رو مراعات کنم. اگه 7 دقیقه میگین 7 دقیقه، 10 دقیقه میگین 10 دقیقه. حاضر هستم. پس دکتر صاحب شما بزرگوار هستین دیگه. مرحبا. باشه که میسات خدا چی کنم که از هفت دقیقه زیاد نشه، برای از اینکه من فکر میکنم که ادب مجلس امیره ایجاب میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. این دکتر صاحب شهرانی، من هیچ از بعد از سلام و ادب من هیچ از نهضت اعتماد ملی خبر ندارم و شما نیست یک بزرگوار که بعض تکستار روان میکنم قطعا جواب نمیگین، حتی یک تشکر نمیکنین. معذرت میخوایم. من شما یک استاد هستین، اجازه بدین اول شما باید من عکس یک استاد نوشته کنین که دکتر یونس من تشکر میکنم پیام تا گرفت و شما بی توجهیتان میتونه که تحلیل‌های مختلف شد. من هیچ از نهضت اعتماد ملی خبر ندارم، لذا ایمیل مرا شما دارین بر من روان کنین که ما مسائل که شما بحث کنیم. چرا نه؟ هزار دارم. مسائل سیاسی افغانستان اولی که مجلس باید بفهمه که مسائل سیاسی افغانستان از علوم انسانی است، یعنی humanities دو جمع دو مساوی با چهار نیست. هر کس از نگاه انتروپولوژی، از نگاه اقتصاد، از نگاه فکری، از نگاه اجتماعی دید و بینش خود داره و کلش قابل احترام است. یعنی شما نمیتونین بگین که نمی گپ که من میزنم اینمی هرومرو دو جمع دو چهار است. نه، همین کلمی نقش علوم انسانی یا هیومانیتیز اینمی است که هر کس هم دید و بینش و برداشت خود داره. نظر من در مسائل افغانستان و مسئله هفت ثور اول است که فاجعه هفت ثور درست است که مثل شما اگه اول که میمونن که جوش بخوره، اول کم 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 داغ میشه، بعد بالاخره به غلیان میرسه و غلیان از این فاجعه هفت ثور بود. اما از وقت سردار داوود خان شروع، یعنی هفت ثور بنیان گزارش سردار داوود خان بر از اینکه یک دموکراسی نیمه پخته را ولو که بسیار ناقص بود، اما یک امید بر افغانستان پیدا شده بود. یک آدمی که نه قومی بود نه پشتون بود، صدر اعظم شده بود مثل دکتر یوسف خان. آدمای غیر پشتون در وزارت خارجه و در دیگر جاها شروع به کار کرده بودند. یک شیعه به نام نامش یادم رفت، فائقه جان مختارزاده، بر اول دفعه در وزارت خارجه افغانستان کار گرفت سال 1968. یعنی یک شروع شده بود. اما مسئله افغانستان است که از نگاهی که وقت شما جامعه شناسی را به تاریخ و انتروپولوژی عرصه زیر خمیر میکنین، باید یک کلچه نو پخته شود. شما نمیتونین که موضوعات تنها از نگاه انتروپولوژی ببینین یا جامعه شناسی ببینین یا تاریخ ببینین. باید کلچه خمیر کنین و بعد از او یک کلچه نو بر افغانستان بکشن که شرایط شد. افغانستان یک منطقه عائل است. از قرن 19 روسیه تزاری و هند برطانوی، از قرن 19 و بعد از او اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی و بعد از او ایالات متحده آمریکا، اینا همیشه یک کشمکش داشتن طرف. در افغانستان مثل که جناب شهرانی گفت، نه فیودالیسم بود، نه سرمایه بود، نه صنعت. همین چیزایی که کارل مارکس میگه. و کارل مارکس هم گفته بود که دین هم اوپیوم جامعه است و اوپیوم جامعه است از همین چیزا. پس چرا اینا کمونیست شدن؟ چرا اینا پرچمی شدن؟ چرا اینا خلقی شدن؟ برای اینکه یک کشور رو به انکشاف همیشه زیر تاثیر در منطقه عائل یا زیر تاثیر غرب است یا زیر تاثیر شرق است. ما به شمول استادای ما، به شمول دکترای ما هیچ وقت نتونستیم که بر افغانستان یک کلچه بر افغانستان تیار کنیم. ما بدون مسئله قوم و قوم بازی و گپا، ما ضد شیعه داشتیم، ما ضد سنی داشتیم، ما ضد هزاره داشتیم، ما ضد زن داشتیم. امریکا یا انگلیس یا روسیه هیچ وقت نگفت شما برین زنتون علت کنین. اما چرا ما این کارا میکردیم؟ پس جامعه ما یک جامعه بسیار مرتوط و یک جامعه بسیار فرسوده و یک جامعه کهنه بود و همین کشمکش بین شرق و غرب که منطقه عائل ساخته بودن، ای برای روسیه این همین موقع را مساعد ساخت توسط داود خان. برای از اینکه داود خان در سالهای 50 امی غیر منسلک بودن افغانستان برکل از بین برد. افغانستان مناسب کشور بی‌طرف وقتی که نعیم خان آمد در امریکا و داود خان آمد در امریکا و اینا در مذاکرات خود ناکام ماندن، اینا انداختن خود به دامن روس و کور از خدا چی میخواهد دو چشم بینا و روسیه این امیره میخواست که نمیتر شوه و نتیجه همی بود که افغانستان از مسیر غیر منسلک بودن و غیر بی‌طرف بودن برآمد و اینا یک گروه به نام که از خود اندیشه نداشتن، گفته دکتر صاحب شهرانی که جامعه خود نمیشناختن که جامعه چه قسم یک جامعه است، صنعت وجود نداره، سرمایه وجود نداره، فیودالیسم وجود نداره، پرولتاریا وجود نداره. اینا از افکار خود آوردن و اینا چون که مغزشان خالی بود در می افکار جذب شدن و چون که معلوم دار فقر و فاقگی و ایگپا در افغانستان بود. ما خودم وقتی که ترجمان فرانسوی بودم در وقتی در دوران مکتب، ما در بادغیس دیده بودم که نان خشک یک افغان نیم از 80% گل بود، 20% آرد. در ایراد، در بادغیس، در جالاباد، در پکتیا ایجا قطعا حتی سرک نبود که سرک که برای یک موتر تیر کنه. لذا این چیزا باعث شد که همین سوسیالیسم بسیار مقبول معلوم شود در چشم مردم، بدون از اینکه اینا جامعه خدا بسنن که جامعه ما یک جامعه مسلمان است و ما چطور میتونیم که همون چیزی که مارکس گفته که دین اوپیوم جامعه، اونا دین است از کی تقلید کردن از عیسویا. فکر کردن که مارکس به خاطر عیسویت تو گپ زده بود، او خود اسلامو تطبیق نمیشه. نتیجه همین که اینا به سر قدرت رسیدن و شما دیدین که هزارها افغان در زندان رفت، میلیونان نفر چی شد، هزاران نفر شهید شد و میلیونان نفر مهاجر شد و بیخانه شد، بی سرپرست شد، برای از اینکه ما جامعه خود نشناخته بودیم و موقف افغانستان من حیث یک منطقه حائل در منطقه نفهمیدیم و دولت مردان ما زیر تاثیر رفت و مردم ما زیر تاثیر رفت. برای از اینکه ملت افغانستان از وقتی که من میشناسم هرگز نتانسته که یک ایدیا برای افغانستان بسازه. وقتی ما ساعت زنگ زد افتقیم پوره شد. از کل شما بسیار تشکر میکنم. یک جهان تشکر دکتر صاحب بزرگوار. از دوستای دیگه هم تقاضا میکنم پیروی دکتر صاحب بکنن، 7 دقیقه صحبت کنن و کسایی که نوبت صحبت بهشون نمیرسه، جناب آقای فکوری بهشتی از کابل، جناب آقای باهنر، جناب دکتر سید کبیری رفیق همیشگی ما و سایرین، انشالله یک برنامه دیگه میگیم. دکتر سید فخرالنساء. بله، خدمت شما جناب موسمی صاحب و همه بزرگوارا و استادای گرانمایه عرض سلام ادب. نحمد و نصلی علی رسول کریم و بعد و کان حق لنا نسل المؤمنین. عرض سلام ادب دارم خدمت همه بزرگوارا. امیدوارم مگر افتقی ما پوره شد شما لطف کنین برام یادآوری کنین که ما قطع کنم صحبت خود چون مسات خود کوک نکردیم. فاجعه 700 تحلیل‌های بسیار عمیق و دقیق هر یک از بزرگواران داشتن، از آقای غریق گرفته تا عادلی حسینی و جناب شهرانی صاحب، دکتر صاحب فرید یونس، هر کدام از اینا توضیحات بسیار مفصل دادن که من واقعا مستفید شدم، مخصوصا توضیحات جناب عادلی حسینی که امروز علا بلا کلش در گردن ملا شده، یعنی همین به حساب خورد و برده کودچاشی های بدنام کمونیست حزب خلق پرچم افغانستان به گردن جهادی ها میپردن. من هم میگم که اینا نکردن، طبعا که به حساب دو قضیه هم بسیار ترش است. خب امی خبری که اینا دادن در قسمت دستبردی که دکتر نجیب و خاندان ازی به سرمایه ملی افغانستان و به مخصوصا به ملکیت افغانستان در آلمان بر من بسیار جالب بود، بر اول بود و ما دوباره رسم که ایمی موضوعات زیاد به حساب مطبوعاتی شود تا روی از او کسایی که تهداب بدبختی ها و فجایع در افغانستان گذاشتن. موافق هستم با آقای شهرانی که واقعا جامعه ما طبقاتی شده بود و یک تعداد روحانیون مداح هم بود که اونا شعار سایه خدا می دانستند و مخالفت با شاه و شاهزاده ها را به حساب دقیقاً مخالفت با خدا، المتوکل علی الله شعارشان بود. به هر حال از او موضوعات ما تیر میشم چون صحبت های بسیار مفصل شد. البته سوالات دارم، خب برنامه بسیار مختصر است، من نمیخوایم که وقت دیگه عزیزا رو بگیرم. چیزی که من اینجا میخواستم صحبت بکنم که بر من بسیار قابل یادآوری است که در جمله فرامینی که حکومت حزب دموکراتیک خلق و پرچم صادر کرد و به اصطلاح او را فکر میکنند که یک دستاورد بسیار عمده برای حقوق زن در افغانستان بود، صدور فرمان شماره 7 بود که به نام تأمین تساوی حقوق زن با مرد عنوان شد و این فرمان گفته شده بود که ازدواج های اجباری و تعیین مهریه بسا باید ازدواج اجباری منع شود و تعیین مهریه هم باید مهریه زنا کم شود و این در ماه عقرب یعنی سال 1357 که کودتا شد در ماه عقربش این فرمان صادر شد. تاثیرات این فرمان سر زندگی مردم افغانستان چی بود؟ در پالوی از اینکه این فرمان برای حقوق زنان افغانستان تا جایی که من خودم شاهد بودم و او وقت دخترک بسیار خرد بودم کمک نکرد، بلکه زمینه بدگمانی و به بی‌اعتمادی را در فضای خانواده قسم ساخت که کسایی که دخترایشان بسیار به شوق و ذوق به مکتب و فاکولته یا میرفتن متاسفانه که مورد تعرض قرار گرفتن و یک تعداد هم سوء استفاده کردن با به اساس هوس ازدواج هایی کردن و پس آنها به نتیجهش به طلاق انجامید یا یک تعداد از خانواده خود گریختن به خاطر اینکه خانما را میگم دخترای جوانه که به خاطر میخواستن که به ذوق خود ازدواج بکنن. به هر حال من فکر نکنم که فرمان واقعا بر تساوی حقوق زن و مرد در افغانستان و کاهش ازدواج های اجباری برای زنای افغانستان خدمت کرده باشه، بلکه نه تنها که خدمت نکرد بلکه به حساب زمینه فشار و اینمی افراطیتی که امروز در مقابل حقوق زن ما میبینیم نتیجه اونمو تفریطی است که در تهدابش حزب دموکراتیک خلق افغانستان گذاشت و بعد از در دوره 20 ساله‌ای که به حساب ما دموکراسی نامنهاد در افغانستان داشتیم با افراطیتی که بازم برای به نام حقوق زن از زن به برداری سیاسی شد و نه تنها که با روزنه حقوق واقعا در چوکات شاعر دینی و با حفظ کلچر و فرهنگ غنی اسلامی و افغانی ما که در اونجا زن حضور داشته، از سلطان رضیه گرفته، از گوهرشاد گرفته تا به ملکه ثریا، ما شما میبینیم که زنای نامدار در تاریخ افغانستان بودن که اونا تانستن در عرصه فرهنگ و سیاست در منطقه صاحب یک عزت شکوه باشن. به هر حال ما همچنان در دوران کمونیستا یا حزب دموکراتیک خلق افغانستان ما سازمان به نام سازمان دموکراتیک زنان افغانستان داشتیم، در پالویزی که سازمان دموکراتیک جوانان افغانستان داشتیم. همین سازمان دموکراتیک زنان افغانستان بر زنای افغانستان چی کرد؟ واقعا من حیث یک زن در اونجا یا دختری که در اونجا دختره که نو بساب نو بالغ بودم، من کدام اثر مثبت از فعالیت از اینا ندیدم، گرچه که امروز تبلیغات میشه که حزب دموکراتیک خلق افغانستان بساب با ای که زنها را در کابینه آورد. پیش از حزب دموکراتیک خلق افغانستان ما شما در کابینه هم در پارلمان هم زن داشتیم، خودمی آقای خانم راتبزاد در کابینه در پارلمان وقت حضور داشت و حزب دموکراتیک خلق افغانستان به نظر من از وجود زنا بهره برداری سیاسی و دور از محفل ما شما جنسی نبود. ما خود ما شاهد بودیم در اونجا که چقدر شبا و روزها دخترای زیبا صورت و دخترای حسین برای کنسرت یا استخدام میشدن و بر خانه خلق و اینجا اونجا و در بساب قرارگاه‌های اردو میرفتن و اونجا کنسرت میدادن و رقص و آواز میکردن به خاطر اینکه اونها رو تشویق بکنن که از بساب از دستاوردهای انقلاب نامنهاد از اونها دفاع بکنن. به هر حال اونمو افراطیت که به خاطر مقاصد شوم سیاسی خود سرای حزب دموکراتیک خلق افغانستان به کار بردن، اینی تفریط به وجود آورد که آل زن افغان، دختر افغان حتی حق ندارد در چوکات دین خود حق تعلیم و تحصیل از پیش گرفته شده، حق کار و حق زندگی از پیش گرفته شده و زنده به گور نشده به کور شده، یعنی در خانه زندانی شده. اینی نتیجه او پلانهای ناسنجیده و عاقبت نااندیشانه و افراطیتی بود که عده بلحوث به خاطر رسیدن و بقای قدرت خود از وجود زنها بهره برداری سیاسی کردن و اونا را نه تنها که به حقوقشان نرساندن. چیزی دیگه که میخواستم، یک چیز دیگه که هم مصیبت آورد افغانستان، تعمیم کورس های اجباری سواد آموزی بود. شما به یاد دارین قریه و قریه و ده به ده افغانستان اینا به نام کورس سواد آموزی دقیقاً مراکز جاسوسی جور کرده بودن که در اونجا اینا افراد شناسایی میکردن توسط زنیمی که به نام کورس های اجباری و امی یکی از عواملی که آهسته آهسته جامعه در مقابل از یا بساب برخواست و مخالفت خود علنی ساخت، اینمی عوامل بود که در پولوی فرمان شماره 8 که باز زمین توزیع کرد که جناب شهرانی صاحب در اون مورد تفصیل صحبت کردن، اینمی عوامل در پولوی دیگه عوامل از جمله چیزایی بود که ملت افغانستان بیدار ساخت که این نظام و این ایدئولوژی چه دکتر صاحب فرید یونس گفت که ما اینانی نبود که بر ملت افغانستان پخته شده باشم و من میگم که این لباس نبود که به تن ملت افغانستان جور بیاید. این لباس اجنبی بود، چه فلسفه وارداتی خلق و پرچم که از کورکالی دوده مارکس و انگلس گرفته شده بود و چه دموکراسی که بساب از آمریکا تولید شده بود و چه هم فلسفه اخوان المسلمینی که از مصر آورده شده بود. یکی از یا لباس تن ملت افغانستان نبود، چون محصول فراورده اندیشه ملت افغانستان نبود، بنان به تن ما راست نامد و نه تنها که قامت ما را بساب زیبا معلوم نکرد، بلکه ما را بسیار زشت و کری در جامعه و در جهان ملل بساب ما را سرفکنده ساخت. من امیدوارم از وقت خود زیاد صحبت نکرده باشم، بحث‌های بزرگوارا زیاد هستند، من در اینجا صحبت‌های خود ختم میکنم. آرزوی بساب سلامتی و سرفرازی و نجات ملت افغانستان دارم و مثل دکتر صاحب فرید یونس از آقای پروفسور صاحب شهرانی خواهش میکنم که لطف کنن بساب اعلامیهشان یا اساسنامه نهضت اعتماد ملی را اگر بر من بفرستن بسیار خوش میشم. تشکر از توجه شما. جناب حاجی صاحب عبیدالله علم، نوبت شماست. با تشکر از دکتر صاحب بزرگوار پای فخرالنساء حجت الاسلام و المسلمین جناب زکی بسپاریم از استرالیا که نصف شب آماس اونجا. با عرض سلام و بهترین تمنیات. در ارتباط با افسار از زوایای مختلف میشه که نگاه کرد. بنده به صورت مختصر یک دیدگاهی را که مطرح میکنم این است که آقای سلیمان لایق در مصاحبه با تلویزیون تلو وقتی که نسبت به کارنامه قبلی حزب خلق و پرچم مورد پرسش قرار میگیره که تا چه اندازه از این کارنامه راضی هست، میگه ما حسن نیت داشتیم ولی ببینیم دیگران هم یک کارنامه بهتری ارائه نکردن. در اینجا ما میخوایم که ایرا عرض کنم که ایشان دچار مغالطه انگیزه و انگیخته شدند. به این معنا که نیت خود میخواین که اماقدر خوب جلوه بتن و ایره که عملشان چی باستابه داشته، ای که نیتشان چی انعکاس داشته، در اینجا عبدو مثلا خرد میکنن. اولی که نیت ایشان مشوا در قدم دوم مورد ثواب قرار میدیم. بحث اصلی نیت ای چهره ها نیست، بحث اصلی عملکرد هاست، انگیخته هاست. در قانون ما چیز به نام نیت خوانی نداریم، در شریعت هم. اما این آقایون که یکی دوتا هم نیستن، تا در اروپای شرقی بسیاری وقتا رؤسای احزاب کمونیست وقتی که مورد پرسش و اعتراض قرار می‌گرفتن به خاطر کارنامه هایشان میگفتن خب ما نیت خوب داشتیم ولی به نتایج متاسفانه که منفی رسیدیم. یکی که ما در ارتباط با جریانات و عملکردها از این مغالطه و انحراف باید کوشش کنیم که خود و دیگران را مسئول بسازیم و الا کاملا یک فضای بسیار نادرست و نامعقول به وجود میاد که ما فعلا قسماً و اون دچار هستیم. پس غیر از به تعبیر علوم دینی که میگن که غیر از حسن فاعل باید حسن فعل هم باشه، غیر از این که انجام دهنده یک کار نیت نیک و شایسته و معقول باید داشته باشه، عمل کردش اون انگیخته هم باید مناسب و درست باشه. انگیخته کشتار است و کودتا است و تصفیه های خونین است و کودتا اندر کودتا است، خودباختگی است، وابستگی است و جاده صافکن استعمار قرار گرفتن است و در نهایتشان شرمساری از اون اندیشی که اونا در پیش گرفته بودند. یک نکته که میخواستم بگویم امی است. نکته دیگر در ارتباط با صحبت های جناب آقای استاد پروفسور شهرانی، علامه اقبال مارکسیستا را مورد خطاب قرار میده و میگه که کرده ای کار خداوندان تمام، بگذر از لا جانب الا آخران. یعنی در خود مبنای اعتقادی اسلامی که ما میگیم لا اله الا الله، هم در واقع یک دسترکشن است، یک تخریب است، یک نفی و یک سلب است و هم یک اثبات است که خدای نیست و جز الله. و واقعا که در کتاب ارزشمندشون که ایشان constructive destruction این مسئله را هم تأکید کردن، ما باید در عین حالی که تعبیر عملی شهدای بزرگوار که از اونا هم یک یاده میکنیم و با بازماندگانشان تسلیت و همچنان به خاطر او خونهای بابرکتی که داشتن که در افغانستان این خونها هم ارزش‌های آفرید. من میخوایم این را بگویم که در قسمت شهید کسی است که با نفی خود به اثبات موضوع خود نفی میکنه، خود فدا میکنه و یک عدل پروری و حق پرستی و ظالم ستیزی است اثبات میکنه. در ارتباط با صحبت هایی که صورت گرفت که شما گفتین یک نتیجه گیری مختصر صورت بگیره، شخصیت های مثل آقای شهرانی و همچنان آقای دکتر فرید یونس که اینا افراد هم تحصیل کرده و هم متجدد و هم متمدن و هم جهان دیده هستند، بسیار قابل توجه است که چرا اینا مورد انتخاب مؤسسات خارجی و دولت‌های دیگر قرار نمی‌گیرند که آدمای مثل اشرف غنی و خلیلزاد به مطرح میشن، در واقع تحلیل میشن. این نیست مگر به خاطر وابستگی‌های اعتقادی و فکری و اقتصادی که این چهره‌ها داره و این چهره‌های ارزشمند دیگه مبرای از این آلودگی ها هستند و در نتیجه بر ما ملت افغانستان است که این چهره ها را، شخصیت های مثل پروفسور نظیف شهرانی را که من بسیار خوشحال شدم از نهضت اعتماد ملی با جناب دکتر فخرالنساء که با خوشفکری مطالبه اساسنامه شده کردند و امید است که این چهره ها را ما کشف کنیم، مطرح کنیم و در نتیجه در یک فضای آزاد همونطوری که دکتر فرید یونس هم به یک نقد پرداختن، نقد صورت بگیره و در عین حال اگر این نقد مثلا خصوصی هم باشه که بهتر است. بر ترتیب آقای شهرانی در ارتباط با destructive construction گفتند که بسیار نکته اساسی و ارزشمندی بود و همچنان در ارتباط با این نهضتی که ایشان تشکیل دادن ما امیدوار هستیم که بیشتر بشنویم، به خاطر از اینکه همچون چهره‌های مستقل و ملی و مسلمان و متجدد و متمدن میتونن که در افغانستان بسیار مؤثر باشند و این چهره‌ها را باید کشف کرد، مطرح نمود، یک همبستگی ایجاد نمود تا بتونیم که از چهره‌هایی که صرفاً عناوین مثل پروفسوری و دکتری و مولوی و چیزای دیگه را یدک میکشن ولی جامعه را به خاک خون میکشنن، در امان بمانیم چون خود ما مردم هم کمکاری کردیم. در قدم دوم آقای عبدالکریم غریب پس منظر تاریخی مسائل افغانستان مطرح کردند که باید نسبت به او موضوع هم بیشتر توجه شود و موضوع بسیار مهم و ارزشمندی است. آقای جعفر عادلی در صحبت چند جمله بسیار کلیدی گفتند در کنار مسائل ارزشمند دیگه که جامعه که از عوامل انحطاط خود پرسان نمیکنه در حالت انحطاط باقی خواهد ماند. بنابراین باید ما بپرسیم که چرا ما شدیم. و همچنان آقای محسنی از اجتناب از دشنام گفتند ما باید از حق حرمت بپرهیزیم، ولی در عین حال بزرگان میگن که انسان انقدر که قوی‌تر شد تحملش در برابر دشنام بیشتر میشه. و مولوی جلال‌الدین بلخی از قول رسول خدا می‌فرماید که عقل دشنامم دهد من راضیم، زان که فیضی دارد از فیاضیم. احمق حلوا نهد اندر لبم، من از آن حلوای او در تبم. آقای فریدیونوس که در آخر گفتند که کلچه داخلی رو میتهیه کنیم، یعنی یک اندیشه مطابق ارتشای افغانستان و واقعا که داود خان مسئولیت عمده داره. و در آخرم خانم فخرالنساء در ارتباط با مداحان گفتند که آقای محسنی عزیز در ارتباط با مداحان من میگم که یکی از عوامل تحمیق و اخفال سیاستمداران علمی مداحی است که حفیظالامین مداحی ترکی کرد و اون مداحی های افراطی بالاخره دروغ ثابت شد و ترکی را به قتل رساند. عین شکل یک تعدادی از وزرای کمونیست در کابینه داوود خان مداحی های داوود خان هم میکردن و بر اساس بیماری کش شخصیت که ایشان خود یک کش میپنداشت او کسانی که مداحی میکردن سرانجام هم کودتایی را تحمیل کردن. و ما باید کوشش کنیم که از این مدیحه سرایی ها خود را وابستگی. یک دنیا تشکر جناب آقای زکی، خیلی مطالب خوب و زنده مفید. انشالله که ما بتانیم به یک تعادل برسیم. آل نوبت آجی صاحب عبیدالله علم است. آجی صاحب عبیدالله علم اشکال تکنیکی شما رفع شده انشالله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام. سری و سلی امری و حل لقطه من لسانی یفقه قولی. انشالله سلام خدا نصیص مجاز. من به نوبت خود به همه دانشمندا و شرکت کنندگان این مجلس سلام و احترامات تقدیم میکنم. یقینا اگه درباره کودتای خونین 7 سور گپ بزنیم تقریبا ساعت‌ها را در بر می‌گیریم، مگر ما میخوایم که از یک بزرگوار سخنهایش شنیدم او راجع به محاصره داود خان بسیار تفصیلی به ما فهماند. ما یک به پشتو میگه گوای شمدیده هستم که ما خودم امو قصه شبه که یا گفتن که نظامی های مسلمان و وطن دوست اول از صحنه دور ساختن که یکی قبلگاه ما خودم. ما در 1356 57 کودتا شد. پدر ما در زون تیا کماندان لوا بود. اما طبق معمول راپورای مزونا یا دکاغ یا لوا چی بود او برای شامی آمد تلفن. ما در دستای خود متوجه می بودیم. یک دفعه آقا گفت خیرت هست، گفت که ولی نمیت همه شده داود خان همی تک همه که شما باید احتیاط بره. تقریبا 2 ماه با می کودتا مانده بود یا 3 ماه و زمستانم بود و شما باید کودتا برین. این مادرم شانیا کلشان جمع شدن و خیرت از چطور؟ خب گفت که والا هیچ نمیفهم، دلیلم نگفت. بعدا ما در زمستان از کتواز حرکت کردیم و رفتیم لوگر. بسیار یخ بود، بسیار بخت. همونجا آقایم گفت که داود خان دوست و دشمن خدا نمیشناسه، شاید یک کار کنن. یقین کنین تا وقت آخره که باز آقای مجاهد بود و جهاد صفت یک بزرگ جهاد بود و در اونجا الحمدلله سرش فخر میکرد با آزادی افغانستان و سنگر گرم جهاد. تا او وقت هم یمی افسوزه میکرد که ارمان دنی لیوا و فرقه دستممی بود. ما ای کمونستار از پیش ما کودتارا کامیاب کده نمید. دیگه نمیخوایم که زیاد اینجا خود گپا بسیار زیاد زده شد و یک چیزش چون ما مشکلات تکنیکی داشتم از پیشم مان خودش نتونستن شویده. از یک خواهر ما که بود گپایشان که در راجع به ظلم و چلا و فسادهای کمونستا گفتن تاییدش میکنم. تقریبا نیم برنامه از پیش ما ضایع شد. دیگر شما رو به خدا میسپارم، به همه احترامات و سلامات تقدیم در برنامه آینده انشاءالله اشتراک میکنیم. سلام علیکم. یک دنیا تشکر راجع اوزیه گیلانی اگر صحبت بفرمایید. سلام عرض ادب دارم خدمت همگی بزرگواران، دانشمندان و شما عزیزان. اولا که ببخشین که امشب من میمان داشتم، من هم خیلی کوشش کردم گرچه که گوش کنم، برای برنامه خیلی جالب بود و دقت کنم. خب به اون شکل دلخواه متاسفانه پیش نرفت، کم مشکلات بود. و بعد میخواستم تشکری کنم از برنامه شما که خیلی برنامه خوب که از نامی و پیدای خیلی جالب بود و امیدوارم که ادامه داشته باشه. تجربات تلخی که ما از گذشته داریم، یگانه چیزی که برای ما کمک میکنه میتونه که یک مفید تمام بشه، من فکر میکنم همین همبستگی بودن ما هست. متاسفانه که خانم گیلانی قطع شدن. رادیو کتاب متعلق به همه. عنوان برنامه ما در جستجوی حقیقت است. ما در جستجوی حقیقت هست، اما مدعی آن نیستیم که هرچی ما میگوییم حقیقت ما. از تمام کسانی که این برنامه را میشنوند صمیمانه دعوت میکنیم تا در رد حرفهای ما و نظرات ما بیایند و فرمایشاتشان را از همین تریبون مطرح. ما نیاز به شنیدن تجارب گذشته داریم تا کینه‌هایی که از جنگ پدید آمده تخلیه‌اش. افغانستان متعلق به همه ما. اندیشه‌های مختلف، نژادهای مختلف و سلایق و علایق مختلف در افغانستان داریم و این وطنمان را تبدیل به گلزاری می کند که از رنگ و بویان می توانیم لذت ببریم. یک بار دیگر به خاطر رعایت احتیاط خطاب به هموطنان حزب دموکراتیک خلق افغانستان می کنم. لطفاً از این تریبون گپ بزنید. زنده و شاد و سلامت باش. رادیو کتاب، نیاز نسل امروز و فردا.